yapmıyor. اینم آیداز. خیلی دوست خوبی. بچه ها نقاشی آیدا رو ببینید چه خوشگله. تشویقش کنید. آفرین. واید سپر به گوشش چه شدن بود با بابات میای یا نه؟ سپر واید بازم بابام دیده شد با مامانم باید بیام. سپر چی کار داری میکنی بود با؟ الان میام. اسم سپر فامیل در آب دادی در آبی نمیدونم چون چیزی. دیگه باید نیما خانه سوژه هم نامده سه شد زد زیاد بیچت گرد تمام نزد زیاد. اسم نیما فامیل نمیدون خیلی زورش زیاده. چه رو گمه گرده نیکا نیکا باید نیکا به گوشش. نیکا صحبت میکنه خان سرابی اومده بیگوش اما بیا دیگه. آخه تون میری نیکا جا. اسم نیکا فامیل اینم نمیدونم. به مامانیش میگه ماما. همه جا هی میگه منم باید باشم. همش گریه میکنه علکی. تونتر برو بابا. بله بله بله. دختر خوبی هستم. من رئیسم همون که میگم مرکز. اینام دوستام. همه باید به گوش باشن چون عملیات داره شروع میشه. خانم سرور نامده که اونا هست. خب حالا شروع شد. همه موقع خوردن خوردن سرجاهاشون یادشون بمونه. سلام. بریم 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 خودتون دیر شد. خودتون 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 آفره. من نمیدونم چرا هممون رو نمیزن یه دفعه بریم تو حیات خوشحال بشیم بازی کنیم. من یعنی ما میخوایم در حیات رو یواشکی باز کنیم بریم بیرون بازی کنیم. بچه ها کی میدونه این چیه؟ گربه. آفرین. حالا گ مثل گربه. خب ببینم کی میدونه این چیه؟ گربه ماهی. اجازه میشه من برم بیرون؟ بگید دوباره این چیه؟ حالا دیگه میتونید خوراکیاتون رو باز کنید و بخورید. یه کده سپرزه سپرزه این پیشی گربه همسایه‌مونه. ازش گرفتمش پام ببرمش گرده.
کردی لخشه هات لو بره ها ترنم خانوم، ولی اینو بدون همیشه یکی هست که بیاد همه چی رو برای من تعریف کنه، دستگیرشون کنی. اینو برای چی اینجوری گرفتی دستت؟ ببرش کنم خانم. کیا بو میده؟ خب ببرش همون بابا، ببر یه گوشه که داری قایمش کن دیگه. زودتر به والدین این مجرمین هم زنگ بزن بگو هر چه زودتر بیام تا من تکلیفش رو روشن کنم. بیا بریم ببینم. کمک میبا آینا همه میان کمکه، همه میان کمکه. کمک ببا 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 ببا. نه واقعا نمیشه. نه حق با شماست، مشکل از ماست. مشکل از ما نیست، از شماست. استاد شما اصلا زورو، شما قاتل بروسی. این کارای زشت از کجا یاد میگیری آخه تو؟ پدر منو در آوردی. بیا ببینم. چه بی‌تربیتی، جلوغی، کثیفی، نامرتبی. این زهر بزن. نقشمو خوب باز کردم؟ آره، دیدی بابا تو مرد؟ نو نو احوالش کن نو نو ماشین ماشتی مندلی ها نام نام پیشت پدر گربه. چقدر بهت گفتم این کار نکن ها؟ همه این کارا رو کردم که یه بارم شده تو بیای دنبالم. بیا اینچه بردم. بابا میشه دیگه سر کار نری، مسافرت هم نری. خب پس کی شرکت به چرخونه ها؟ خب بده قربان میشه. تمام قراردادها، مالیات ها، پولا همه دست منه. چطوری میتونم همه رو ول کنم فقط با تو باشم ها؟ ولی من میخوام با من باشی چون تو بابای منی، منم دخترت. بعد برم شرکت شب بهت زنی میزن. زن؟ یعنی نمیخوای بیای خونه؟ یکی میگم تو رو خدا ناراحت نشی منو بزنی ها، داره با تلفن صحبت میکنه. نم نم چه طرز رانندگیه؟ مگه سوار درشکه ای؟ باریکلا کتابه بدار کتابه میتونه شنگی و گلو میوه و همه چیز درسته. خب میزا مرتبه، گلو شیرینی، فقط میوه های خورده. اینجا چی کار میکنی این وقت روز؟ چیه؟ شوی لباست خراب شد؟ من الان کلی کار دارم. ترنم آوردی گند بزنی به برنامه عمره. ببین اینجا خونه منه، هر موقعم که بخوام بر میگردم خونم. میری یه گوشه ای تا آخر شبم بیرون نمیای. فهمیدی چی گفتم؟
چرا شد؟ بلندم چرا همه سر من دعوا دارن؟ مامانم اذیتم میکنه، بابام اذیتم میکنه، چرا عشقی با هم دوست نیست؟ تقصیر تو نیست، تو دختر خوبی هستی، ولی یکم شیطونی. نه خیرم، همه نینی ها رو بیشتر از ما دوست دارن، مثل مامان آیدا که نینیشو بیشتر از آیدا دوست داره. هیچکی دلش نمیخواد با ما بازی کنه. حالا که اینطوره منم میرم اذیتشون. اصلا فکر خوبی نیست. اونا مامان بابا تنها هرچی میگن باید گوش کنی. نه، امشب نباید شام بخوره. در ضمن تلویزیون اتاقش هم بیار بیرون. بس که لوسش کردی تو. من لوسش میکنم یه تو. پدر منو در آورد. دختر من 24 ساعته دارم برای اون قرفر تو سگا میزنم. اون وقت تو انقدر خودتو کردی که همه فهمیدن. اگه من بودم تو 24 ساعته از سیسمونی تالا تو من خرج لباس کردی. بس بس نچست. تفلون. تفلون؟ این نگاه به آینه به خود بنداز. بوبه. ما اون خانواده هستیم. ما اومدیم پارک. این خود منو. درن اون دوره نگاه کن. بچم خوشش نمیاد. از خوب. با نمی کشیدم. درنم. بجابم. بانی کوچک؟ یا بلاشم ای مرد بیدن و بیتر بیر تو کیستی؟ من؟ بیر بیرم ها او حسین از حالت بالا اشکالش ها قربان؟ خب قربان تو باید با من بازی کنی مگر نه میگم پیشی چشا تو در آدم شما کیه هستی؟ ها فوفو بانی کوچک فوفو فوفو کجایی؟ باید اینو ببریم با هم دیگه بازی کنیم. فوفو ای فوفو هر وقت نمیخوام نیستی. فوفو یه چی میگم تو رو خدا ناراحت نشی. من نظری ماما شهری گفت تلویزیون ببرم. نم 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 ماما شیری گفتن که منت میکشی؟ نه نه هوپا
چیه؟ مامانم گفته اینم ازم بگیری و ببری؟ نه ماما شیرین نگفته. والا این کوچیکو من جسارته. نمیدونم ماما شیرین گفته که میدونم. مامانم شام نمیده بخوره. نه میخواستم یه رازی رو به شما بدم. یه راز خوردنی؟ قربان آیدان تشبیه تو بهترین دوستی که تا حالا داشتم. حتی از فوفا هم بهتری. نمیدونم فهمیدم. بله یک کوچک، من همیشه در خدمت گذاری هستم. دونت برگت. در زمنم گفتن نداره. نم نم کجا بودی؟ من عاشق راز خوردنی هم، مخصوصا نون و پنیر و سبزی. خب بیا بخور. کاش میتونستم. داری چی کار میکنی؟ من باید یه کاری کنم که مامان شهره و بابا الدلان خونه بمونن با من بازی کنن، دیگه هم دعوا نکنن. بس نیست که شام نداری، تلویزیون نداری، میخوای یه کاری کنی همه چی خراب شه؟ نه خیرم، تو خودت همیشه گفتی آدم باید جنگ کنه. آدم باید برای اون چیزی که میخواد بجنگه، اما نه اینجوری، یکم مهربون‌تر. منم میخوام مهربون باشم، دختر خوبی بشم. نقشه جدید ما اینه. ما؟ من و دوستان توی مهد کودک عملیات مهد کودکی. چی؟ عملیات مهد کودکی؟ مواظب باش کس نفهمه. اگه این عملیات انجام بشه هم تو خونه میمونن، هم جشن آخر مهد کودک میان. خب اگه خونه هم بمونن فایده نداره، همش با نینی داداشی بازی میکنن. از وقتی که نینی داداشی ما تا دنیا آمده، بابام که دیگه وقت نداره، مامانم هم که هیت میگه تو بزرگ شدی، تو بزرگ شدی. کو من اندازه خانم سرابی هم. خب واسه همونه که ما باید یه عملیاتی داشته باشیم که ما و بابا هم تو خونه بمونن و با ما دوست باشن. کجایی؟ هستا. اینجا باش. منم باید باشم. نه نمیشه. تو اینگی من دوست نداری؟ چرا؟ دوست دارم، ولی الان نمیتونی تو این عملیات باشی. منم میخوام باشم. منم میخوام باشم. خیلی خوب، تو هم باش. آخه من مامان جونو خیلی دوست دارم. مامانی تو که نمیگم، مامانت. یا اگرم شد بابات. اون یکی مامانمو میگی؟ یعنی اینطوری میاد جشن مهد کودک؟ بهم اعتماد کن. اگه دوباره فرو یکی بفروشه خیلی سر میشه. چیکی مامان نمیفروشه؟ من این مامان فکی؟ اگه مامان و بابام نرن سر کار، کی پس برام پول میاره؟ خوب از تو پوله مام که شما میدارم. نه ترس، گشنه نمیدی. بابا نمیاد جشن مهد کودکم. بعد از این عملیات بابات مجبور بیاد جشن مهد کودک. راسته لوپا چی شده؟ هیچی نشده، محکم خورده به دست بابا. موازمش کسی نقشم رو نفهمه. ترا خدا ترا خدا، این دفعه که نفس خوب باز کردم. این دفعه فرق میکنه. خانم گیا گیر داده که از تو بهش خبر بدن تا از اون ماشینا که تو کماده به این جایزه بده. کدومشو؟ همون که من دوست دارم؟ نداز که سرمو گول مالید، ولی من هیچی بهش نمیگم. خسته شدم، دوست دارم یه روزایی مامان بابام تو خونه با هم دعوا نکنم، با منم بازی کنم. یکی میگم تو رو خدا ناراحت نشی، منو نزنی. برو کنار، میخوایم بریم. شما هم برو عقب. بله قربان. فوفو من تو این عملیات از تو کمک میخوام. تو باید مواظب دوستای من باشی. کارم رو خوب بلدم. بله قربان. راستی چیز دیگه، تو باید خبرهای اونا رو به من بدی، چون ما نمیتونیم همینجور بشینیم و نقشه بکشیم. بله قربان.
بله درستش کن، مشکل نداره. آره آره ببین بیش از این داری وقت هم میگیری. خدافظ. خوشحالی؟ سهام کارخونم داره میره بالا. وقت محصر گرفتی؟ هفته دیگه دارم میرم سفر. نیستم. نمیشد قبل از اینکه بری مسافرت وقت محصر میگرفتی؟ یه هفته دیگه صبر کن، از شرت راحت میشم. سفرت سفر کاریه؟ آره، یه جای بد آب و هوا، سیبری. میای؟ میبینی. به هر کدوم از واحدا یه دونه رقاشی میدن. چه دیگه دفشن که توش نوشته چی کار کنه؟ هیچکی نباید این نقاشی رو ببینه. همه باید تا آخر عملیات این نقاشی رو نگه دارن. پس تا آخرش کی میشه؟ تا آخرش وقت میشه که مامان بابام بمونن خونه. اون وقت میشه پایان عملیات. حاضری؟ حاضری. آسف لطف میکنید امضا کنید من برم ممنونتون میشم. اینجا طبقه بالا امضا بشه، اینجا طبقه پایین فرده بپیشونه. خب اینجوری که معلوم حرف بالا. نزن دیگه، حرف نزن. آقا من رفتم بالا. آقا شو برو، برو مای دیگه بیا. برو برو. اینم بابای سپهر که خیلی عصبانیه. کدوم بود؟ آقا ایشون خودش ها همیشه. برای چی اینجوری رفتار می‌کنی؟ برای چی تو مرد بود؟ من دست تو چیکار کنم؟ دیوونه شدم از تو. همه ارباب جو از دست من ناراحتن. چه کاری چه می‌کنی؟ دیر میای زود میری. من با همین دستم به تو مصادقه دادم. چرا اینقدر بی‌معرفتی؟ این بابای نیما اسمش جهانگیره. نیما میگه بابای خوبیه ولی دروغ میگه. یعنی باباش دروغ میگه. باز که جامون دیگه. بیا بابا ولکن دل بکن. خیلی سخت آدم نصف روز همش بشینی یه جا هیچ کاری نکنی. اون مامانی نیماز تحمینه. فریباز همش ساکته، همش میشوره 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 میشوره. تو که خودت ساب خونه ای، ساب تیله ای، تیله دون داره اون چشات، بهار داره، تابستون داره، خزون داره، مواج به این منو. بابای آیدا تو تلویزیونه. بیا این ور. آره حالا من به زنگ میزنم. بیا. ولی توی چی نگی، خودم بهش میگم. نادر قینه بگی. آره خودم بهش میگم. آره تو هیچی نگی یا من یه آبرومون میده. بابا من امشب برنامه زنده دارم، باید تمرین کنم. گرفتاری شد. آه.
این روزا مرد میخوام همچین چیزی بخره بیاره بندازه روی میز تو آشپزخونه. مرد. شما دست به جنس این نزد. فریبا غلام زنگ زد گفتش که پارتی جنس اومده قشنگ میشه بزخری کردش. من فردا صبح میرم آستارا تا چشم بزن. یعنی من باز نیام دیگه؟ ببین اون سفر کاری داره میره، فردا بچه مهد داره، باید ببریش مهد. نیما توی موقعیت حال؟ یعنی چی؟ بیلش کن، بیلش کن، هیچی، فقط تو برو کارتو شروع کن. آهان، فهمیدم، ایران بریم. نمیدونی، اصلا دیشب یه فضای سنگینی بود. آره خوب شد نایمدی بابا حوصله سر میرفت. چی بود؟ تازه شام میشونم دیر دادن از خوشگی مردی. فرقا اونو زیادت نره بدی، فکر نکنی پول اضافه اومده دوباره بری. خیلی خب باشه باشه، امشب این برنامه بالا قربت رو تعطیل کن. آرتا آرتا ماما خیال شو من خبر مرگم بیام بخوابم. من فردا صبح 5 صبح برنامه زنده. خیلی خب باشه. آره اصلا نمیدونی ها چه خبر بود. آره نه قیمه پلو درست کرد. اخ نادر آرتا مامان آرتا. آره فریبا جان اونجا یک دونه زن وجود نداره، همه مردن، همه عذب. تو میخوای اونجا چیکار بکنی؟ بگو بگو. تو منم اگه دارم میرم واسه راحتی توی عزیز من اونجا جا نیست شما بخوابی. همه تا صبح سیخ وای میسن میگن تماشا میکنن، کسی نمیخوابه اصلا. میرم که مثل اون دفعه غذا از بیرون نگیرن مسموم بشن. مادر من سرما رو چرا نمیگی؟ خر تب میکنه سگ سینه پهلو. تو این سرما تو میخوای بیای اونجا بگی چم منه ها؟ میرم واسه شون آب دون درست کنم. چرا باز میکنی؟ سلام به بینندگان جان جان. خب جانو میگم و بعدش میگم که ما در همین الان رسیدیم تو خیابون پرخاشگری در کودکان باید آماده باش، فقط سه دقیقه فرصت. ما با برنامه 514 در خدمت شما هستیم. مبحث این برنامه چرایی پرخاشگری در کودکانه. ما پرخاشگری در کودکانه میخواییم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. خیلی ممنونم از اسمس هایی که برای ما فرستید. خیلی ممنونم از پیامک هایی که برای ما فرستادین. اینچل چیکار میکنی؟ آقای محترم عزیزم من عجله دارم، حرکت کن دیگه خانم محترم. ببخشید شما پشت فرمون هستین؟ بله من پشت فرمون هستم ولی من نمیدونم دندک دستم خواهش اصلا نمیدونم. عذر میخوام شما گواهی نامه خدمتتون هست؟ بله گواهی نامه دارم ولی نمیدونم اصلا نمیدونم تو کی خونه هستم. خب ببین من خیلی عجله دارم، من باید برم سر کارم، خیلی دیرم هم شده. امکانی شد ماشینتون رو بکشین کنار؟ خب دیگه وقتی خانمی مثل شما اینقدر لیدی خواهش میکنه این کاپوتو بزنی بالا میرم چیکار میکنم. ای بابا این در ما دیوونه شدن مردم. گیرمونم شد. این سیخ کبابا رو کسی ندیده؟ ببین این گلابی اومده. گلابی چی عزیز من؟ دکتر گلابی. ببین تو پلاتو تو میگی بعد میریم یه پلی بک 20 ثانیه میایم استودیو معرفی مهمون. بریم آقا دوربین رو دست بریم. بریم واقعا گلابی چیه؟ برو عزیز من برو برو. چی
بسته است. خب ویتیار تیتراژ رفت، با دوربین یک میریم تو استودیو. اولین سویچ رو کردیم، شماره پیامک رو زیرنویس میکنیم. بشموریم. 5 4 3 Q. سلام بیننده‌های عزیز. بینندگان جان، شما که چشاتون تیله داره، من امروز باز در خدمت شما هستم. افتخار اینو دارم که چند تا کتاب در زمینه روانشناسی کودک به شما معرفی کنم. امروز ما یک مهمان ویژه داریم، کارشناس برنامه جناب آقای دکتر گلابی هستن. ظاهرا ایشون کارشناس هستن در زمینه چرا و دکترا دارن در زمینه. آقا بگی تصویر رو پخش زنده این کات کن برو وله برنامه. ما میریم یه وله میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما دوستان بینندگان جان، سابتیلگان عزیز هستن. کار نمیکنه کلیدا. خب ظاهرا مثل اینکه وله ما آماده نشده. من عوض کارش کارش اصلا کار نمیکنه کلیدا. آقا جون تولیدی نیست، پخش زنده رو آنتنی جان. بابا تو اینجا چیکار میکنی؟ من اومدم اینجا حرف بزنم با شما. مامان و بابای تو خونم حرف بزنم. من نمیکنم هیچ چیز واسه کلیدا کار نمیکنم. پخش جعفر گودرزی توجه کنین دیگه، نمیخواین این کارو کنی اون کارو کنی. خب چه بزیه سب کو توجه کنی. خلاصون که هی تمامه نداره، میخواین کار کنین. کار کلاس دختر بچه رو تموم میشه. من همش تو خونه سرام، مامانم داداش نیمو بغل میکنه بوس میکنه، بابامم که اینا هاش هی میاد واسه شما حرف میزنن حرف میزنن. اون آقایی هم که اونجاست هی میگه بله بله درسته. خب این چه وضعشه؟ بچه تو اینجا دست از سر من بر نمیذاری؟ منو راحت نمیذاری؟ نه دست هم نمیدارم، من تو رو میخوام، مامان رو میخوام، میخوام خونه باشین و با من بازی کنیم. بینندگان عزیز، بینندگان جان، شما که سابتیله ای، من از وقتی که در برنامه پیش اومد پوزش میتارم. الکی واسه چی داری مزل خواهی میکنی؟ شما که اصلا من دوست نداری. بچه هایی که داری من رو تو خونه تو میبینی، اگه مامان و بابا تو بازون بازی نکردن اصلا دوستتون ندارن. مادرت اگه من با پول نیام خونه، من خونه راه نمیده. اگه کار نکنم چی کار کنم؟ خب من که همه پولا قضا نمیخوام، بابا رو بابا هم میخوام. من زنم بلادون دانیزه یه سر مهلمونی تو زلندون داشته باشی. ولی شما همه شما رو دعوا بکنی. بابایی منم تو رو دوست دارم، منم دلم برات تنگ میشه بابایی. گریه نه، قول میدم دیگه بیشتر وقت بذارم، بیشتر باهات بازی کنم. دختر گلم گریه نکن بابا، گریه نکن، گریه نکن. معذرت میخوام بینندای عزیز، به خاطر وقفه‌ای که تو برنامه پیش اومد، آیدا دختر منه. من از آیدا معذرت میخوام که به خاطر مشغله‌های کاری فرصت نشده بود دل مهربونشو ببینم. من ببخشین آقای مردانی، من واقعا نمیتونم ادامه بدم. آقای اجدری من معذرت میخوام، ببخشین. بریم آقای زمین، بریم دخترم، من روز بخوام. آقا شاییم بقلم از شما دیم کرایش 1000 تومانه. با هر شب من دارم 500 تومان قربونت برم، بهت میگم کرایش 1000 تومانه. هر شب من دارم 500 تومان میدم. وایس ببین من حساب ندارم، همینه، حساب ندارم. میدونی که نمیتونیم پول حواله کنیم اون برا، باید مسافر ببره. شما خودت میری بانک چکو میبری اونجا، ارز میخری همونجا میدی به آقای گروهی. خب باشه، من برای آقای گروهی این کار انجام میدم. بله ببخشید. خب ولی من اصلا سلام نمیدونم. بارم نیکا ببخشید، پس حساب کتاب قبلیش چی میشه؟ بابا ضمانتشو من میکنم، بده این پولو ببره اون ور، تمام جنسای من رو آب مونده. ببخشید
این بچه نمیذاره که. شما گفتین که کارخونهش تهرانه که بابا اینقدر با من جر و بحث نکن. چک دو امضا هست فرستادم در خونتون. بله یه لحظه گوشی با من کار دارم مادر جون. بله اومدم اومدم خدمتتون. چک آوردم. موضوع باشی بچه نق نزنه. فرید چه کار میکنی؟ بگیرش این بچه رو. سلام. نیکا نیکا سوژه مورد نظر آوردن. باشه باشه فهمیدم. خدا چرا همش مامانم تولدشو به همه میگه بیان خونه رو شلوغ کنن؟ حالا نوبتی هم که باشه نوبت منه. اینا چیه؟ سلام. چه سلامی؟ چه علیکی؟ من وقتی میام خونه یه لقمه غذای گرم میخوام. اینو بعد دیروز گفتم، پری روز گفتم، پس نه روز گفتم. زدم این دستم روشی گوندم، بذارم این کلم هم مشکونم حال. اون از برخوردت با ارباب رجوع، اون از وضع پرونده ها، این از اومدن رفتنت. بچه من هست رو چیکار کنم؟ مهد کودکی نمیری، غذا چه نمیخوری، لباس خوب که نمیپوشی، من چیکار کنم؟ دیروز بهت گفتم، پیروز بهت گفتم، پس پیروز بهت گفتم بزنم این مغزم رو داغون کنم. آره بزنم داغونش کنم، دستم رو بزنم نش کنم. مامان نکا پول میخره مثلا میفروشه به کارگرا. چی شده طلایی جون؟ بابای نیکا نمیدونم کجاست. این مردا که هیچی ندار رئیسمو جادو کرده. فو این چک میخواد سه برابر موجودی کارخونه رو بگیره. دوبار خوش حسابی کرده، حالا دفعه سوم این همه پولو با هم میخواد. یه تیکه جنس هم بهمون نداده. نگران نباش مادر، رئیست میشناستش، شاید میدونه اشکالی در کار نیست. آخه مادر جون چطوری نگران نباشم؟ اگه این همه پولو برداره بره خارج چی؟ اون وقت کارخونه ورشکست میشه، بنده هم باید بشینم تو خونه با این نیکا خانم خاله بازی کنم. مامان قدرت چی کار کردی؟ حرف بزن بازش کن. حالا حرف بزن. یه بارم در بمبئی با چای برادرم منو بستن، خیلی خندیدیم. یه چی میگم تو رو خدا ناراحت نشی، منو نزنی، چیزی برای گفتن نداری، بریتش من دوباره. راستش یه چی میخوام بگم، ناراحت نشین، منو نزنین. خیلی وقتی که بابات میخواد بری یه سفر تفریح به جزیره خوش آب و هوا خوش میگذرونه بدون مامان، به بهانه یه سفر کاری پردوشب با هواپیما میره. جشن مهد کودکم نمیتونه شرکت کنه، میخواد این کارم تولد مامان شهری بکنه که سرش گرمه بره توش نمنم. بعدش هم میخواد مامان شهر رو طلاق بده. نمیذارم. تو هم باید بهم کمک کنی. Thank you.
رو گول می‌زدی تو الان به من چی گفتی؟ تو الان به من فرش دادی؟ دیگه حالم داره از دست هم می‌خوره. خیلی کیک خوبی شده. متشکرم. مرسی. خسته نباشین. خیلی خوشحالم که از کیک خوشت اومده. چون همونطور که باید انجام شد. چند نفر دیگه موندن نرسیدن هنوز؟ کنم حدود 5-6 نفر موندن. خب راجع به نوشیدنی بذار بعدن. شیکوپی کردین؟ نمیخوای که بگی به خاطر تولد منه لباس خوشگلاتو پوشیدی؟ حالا فرض کن به خاطر توه، دنیا به آخر میرسه. رم سی پنج آه با احترام نو پانزده ده پونزده چه شکلی آخه من تو ده بیشتر بلد نیستم. پانزده پنج نه یک پنج روز نمیشه یه لقش لقر ده یه لقر هر کتون دستشنی بزن. باز شد ترنم ترنم زود باش بابا داره میاد. من وقت میخوام قربان جلوشو بگیر. اتفاق میشه ماشین روشن کرده؟ من میخوام برم فرودگاهه. بای بای. یافیده هیچی بابا، این قربان یاد فیلم هندی کرده. حالا زمان گفتن فکر میکنی واقعا؟ من همه این باربندینم رو بستم. تو این دو ساعتی که نمیشه که یک کاریش بکن. نه بابا کاریش نمیشه کرد. موشیه داره؟ متاسفم چای دیگه نداره. Ah!
خسته نباشید. خدا روز بخیر. سلام.
میشکرم آدم نامنظم همه چیش نامنظمه، همه سر کار شما نیستی، همه دارن میرن خونه شو، تازه تو داری میای، همه لباس تو تمیزه، تو لباس کثیفه، بشکن این دستی که به تو مساعده داد. فردا زود میام. اگه نیومدی پس فردا زود میام. قول میدی؟ بله بله. بالاخره عملیات موفقیت انجام شد. بس نمیدونم چرا همیشه یکی هست که آدم مثل پافک میفروشه. دنیا نو میدانم عمر ما کوتاست چون گل صحراست، پس بیا این شادی کنیم. دست میزنم من، پا میکوبم من، شادی کنم من جوانم. ببخشید یه کار مهم پیش اومده. نیما، نیکا، سپر، آیدا، ترنو، دفتر. خوبی؟ خوبه. ببینید آقای اردلان، یه لحظه گوش بدید. ببینید دختر شما همه رو وادار کرده بچه‌ها رو به نقشه کشیدن. بله آقا، بله، خودش این کارو کرده. اونا تصمیم گرفتن یه کاری کنن پدر مادرها نتونن از خونه بیان بیرون. ببینم برای خود شما این چند روزه اتفاق عجیب غریبی نیفتاده؟ بفرمایید. بله، همش کار ترنم خانی دختر شماست. خودش اعتراف کرده. خب بله، اعتراف کرده پیش من. بله داریم اعترافشو. بله، خواهش میکنم تشریف بیارید. بله. پول؟ چرا شما داری با این صحبت میکنی؟ تلفن بده من. بده گوشی رو. آره داری گوشی بده من میرم. مردی منقبض چی میگی؟ بده من میرم. یه مرد صحبت بکنم. من مردی که فقط یه نفره اون هم نفره. بچه کنار ببینم گوشی رو بده. چرا همچی میکنی؟ چین شده امروز اینجاییم و این تقصیر ماست، علتش کم دیدن لطف خداست. یادمون رفت بچه های مهربون هدیه هستن از خدای آسمون. احتیاج بچگاه لالاییه، گاهی خندیدن رویاییه، گاهی عشقش با تو بازی کردنه، دور هم یه شام ساده خوردنه. دیده ما از دستش هستیم در فرار، از دو چشمی که پر از انتظار. اون فقط میخواد که بازم دیده شه، مثل میوه از رو شاخه چیده شه. امروزم کارش غلط یا که درست، علتش کم بود و کم لطفی توست. من دیگه یه دقیقه هم نمیذارم بچه‌م جایی باشه که بهش کلک زدن و نقشه کشیدن یاد میدم. منم دیگه نمیذارم دخترم بدیشه، هر چی لازمه خودم بهش یاد میدم. سکته میکنی آقا؟ اصلا بچه من دیگه نمیخوام اینجا. باری کلا من بچه‌شو دارم میگم، من میرم دنبال نیما. بچه‌ی خانم میاد ایشون تعریف میکنه. صبر کنین، تو رو خدا واسه میگم. من میخواستم بچه‌م بی‌تربیت بشه، خودم بزرگش میکردم. صبر کنین، بذارین حداقل با هم خداحافظی کنن. کجا نیسته پیتی ها کردی پایین؟ خانم این نتیجه تربیت شما سنیرا کن، نگاه هم نمی کنه آقا بشن. دمت گرم، تفیق خوبی بود، دلم برات تنگ میشه. مگه خودت نگفتی وقتی مامان بابام دخونه بمونن آخر عملیاته؟ منم رفتم به مامان بابام گفتم که چه میتونستم اونا خبرچینن؟
به خدا خواسته شدم. چی داری میگی اینجا ها؟ چی؟ یه بریم نه. میتونستم کردم دیگه، بلد نیستم بیشتر از این، کم آورد. ترنم خیلی ناراحته، اصلا نمیتونه دوستاشو ببینه، دوستاشم نمیتونن ترنمو ببینم. خدا من باید چی کار کنم؟ در آروم بد باشیم، چون آدم ها با این که اینجا تعطیله، اگر صدای منتونو بشنوند وقتی که ویلکون جفتمون نیستن. ماشالله چقدر دارم برای تنگ شده بود، فکر کنم چند هزار سالیه که ندیدیم هم دیگه رو. آره شما همیشه من لطف داشتی. میگم فوفو جان اصلا لازم نیست اینقدر رسمی باشی، ملاقات ما کاملا غیر رسمیه، میل کن. در ضمن خداوند خیلی دوست داره من اینجا مونه. ببخشید ولی آدم ها رو بیشتر دوست دارم. پس خودت چی که از خداوند بزرگ خواستی برای کمک به دوست ترنم منو بفرست اینجا؟ مثلا همون دوست ترنم خانم، هیچ میدونی که تا 3-4 سال دیگه اصلا نمیدونی تو کی بودی و کی هستی و کجا بودی و کجا خواهی بود و این حرفا؟ دلم نمیخواد ترنم من یادش بره. یادش نمیره انشالله، اگه از خداوند بزرگ بخوای هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنه فوفو جان. چطوری؟ خوب سوالی کردی. راهش اینه، بعد براش یه کار بزرگ، خیلی بزرگ و اساسی انجام بدی که هیچ وقت تو رو فراموش نکنه. ولی دیگه فکر نکنم بشه براش کاری کرد. پس فکر میکنی من برای چی اومدم اینجا؟ اومدم که یه کار خیلی بزرگ برای تو و ترنم و بقیه دوستات انجام بدم عزیزم. نمیخوای ازم بپرسی چه کار بزرگی قرار انجام بدیم؟ اگر شما بخوایی شد. خدا میخواد با
این همه فوفو حتما میشه، چرا نشه؟ بله، اینجوری شد که عملیات ما با فوفا شروع شد. دست درد نکنه. بله خیلی ممنون داداش. حقیقتش من پولمون ندارم، تازه هم از حبس اومدم. یه جو معرفت واسه ما رو کن، خدا واسه جای دیگه خروار رو کن. پول بخوای از تو قربون شما. مرسی چون کردم. برو به سلامت، حرف نده. دست درد نکنه. خدا حافظ. هم سمش ماما، من رفتم. خدا حافظ. خدا حافظ. جان جون خرابه. مشتی واسه چی نایمدی شمال؟ مالا ما اینجور شده ما شماله بردیریم بیاریم اینجا. مگه تو نرفته بودی باکو؟ باکو کلو چنده مشتی؟ برو اون واسه تو برو بیرون ببینم کار دارم. اوت اوت یقه ما داری میگی؟ عزیز تو الکش بچه ها دونه دونه نپاسین تو بچه ها کیم سب کنه؟ بیگم سب بقیهش؟ سلام خانم. سلام. شما اینجا چی کار میکنین؟ من که بهتون گفتم چه گم شده. میدونید شما چه کمکی به من کردین؟ اینا ببینین روزنامه رو، این اکثرا ببینین میشناسینش که حتما. اون روز شما این چک رو اگر به این مرد شارلاتان داده بودین الان تمام سرمایه کارخونه و شرکت منو بالا کشیده بود. خیلی ازتون ممنونم. البته من چک رو جلوش گرفتم و ولی خب حالا دیگه اومدم بهتون بگم که شما از فردا یکی از اعضای رسمی هیئت مدیره شرکت ما هستید. انشالله که مبارکتون باشه. خیلی ممنونم جانم. چه خوشم الهی من قربونت برم عزیز دلم. بفرمایید. یعنی من کار خوبی کردم و نمیتونه بیاد سر کار؟ آره عزیز دلم. آره دخترم پورم. انشالله. آقا اینم پرونده تکمیل داد کنید امضا کنید. بله چشم. شما این چای رو میل کنید من الان امضا کنید. شما همین امضا کنید منت باشید سر بنده. بله حتما اینم امضا. انشالله که موفق باشید. بفرمایید. یه دنیا تشکر. ممنونم. مرسی لطف کردید. پاییز بفرمایید. خواهش کنم. بله من بخواستم عرض کنم که یعنی صدر هستم و از دیروز متوجه شدم که این آقا دیر میاد سر کار. من واقعا شرمندم. دیگه تکرار نمیشه. قول میدم. من با آقای بازرس گفتم که حقوق شما به اندازه تحصیلات و تجربیات شما نیست. نخه من اضافه کاری نمیکنم. باور کنید. به پیشنهاد رئیس شما، شما میتونید از این به بعد زودتر برید خونه و در کنار خانواده شاد باشید. یاسر عزیز برای یه کادو آوردم که امیدوارم به نحو احسن ازش استفاده کنی. بله واقعا تو چشمی می‌بندی یا من؟ هر دو هر دو. ببند ببند. میدونم لیاقت چه داری. ای وای همونیه که من. نه نه این مال بازی خودمه. آخه منم دوست دارم. نه ولش کن برات می‌خرم. اینو ول کن. کادو ناقابله. خوشحال شدی؟ واقعا آره قابل تو رو نداره. مواظب خودت باش. سیسه یارو نگاه که آدم میخواد بره تو در دیو جشن بزرگانه. سلام مبارک اینا و همش بزرگانه. سلام مبارک اینا فس بزرگانه.
شلم و بارکش برم گالی بارکش برم نه بارکش برم چرا میگی آخه گرفتار شما دست نرو و روش هم سپوله آقا شداش کم کن جام جون یه دقیقه وایسا ببینم اینجا چی میگه کانالو عوض نکن یه دقیقه وایسا نظر دو مافان تخمه میخوری خیلی سر توف نکن سنجول به این فرش نکش جام خیلی فکر داری میزنی داری میری تو مخم یه دقیقه وایسا سرسامه سواره گرفتم از دسته پلاجو برای خونم بیرون تو راست میگی تو راست میگی میری میری حقدم کردی بیچرم کردی تو برزن نکشو جام از سوسیشه شیوله شدم جام بزو ببینیم چی میگه آخه یارو بیا بابا این شناسنامه رو امیدوارم زودتر سوراخ شه خوابشو ببینی بیا اینم از هدیه های قلابیت بده من از سرتم زیاده قربان انیس رامین شیبا احمد علی با احمد علی چی که داری؟ سویچم رو میخوام اما احمد علی بسات خود از سرتم زیاده نیستن که فکر کنم همشون با هم دیگه مریض شدن یهو بیجا کردن بدون اجازه من همشون با تو دست به یکی کردن که نریم محضراره والا من از خودم همین الان برم دادگاه طلاقت بدم والا من دهنهای تو کار کنم میبریمش مقصد خودم زدم زمین ها میخواستم بترسه ببخشید من خیلی شما رو اذیت کردم بعد الانم پشیمونم خیلی هم متنبه شدم لوس میکنی خودتو آره میخندی چاری میکنی تو تو لوس نخو ببین چی میگم بفرم. این دفعه آخرت باشه که از این عراض و لوباش میاری اینجا در زم تو با این قد و هیکل درازت نمیدونی با کی باید دوست بشی؟ تو اصلا میفهمی؟ مادر چون من خرم نمیفهم جهان که تقصیری نداره گناه داره کجاش گناه داره عروسم تو گناه داری قربونت بشم عروس گل من ببین چی میگم سری میری خونه رو این دسته گل تمیز میکنی باکو ماکو تعطیل مادر دیگه من چیکار بکنم جیگر دیگه خدا ببینم چشم. از این زبونت من میشه جامعه شما هم پس کنم نه خیلی برو خونه هم اول پس کن نیما جون هر کار داشتی بازم به این بگو خب مادر از هم سلام خداحافظ خیلی کرده تم یعنی مادر تو یک ساعت هم نمیتونست نوشو نگه داره؟ مادر تو خیلی هم نوش خوشش میاد برو بابا تا همین چند وقت پیش تنها چیزی که پشتش میشستی سماور بود جیانه بد بود یادتی چقدر باش حال میکردی؟ با من بحث نکن حالا بد شد زنگ بزن بگه آژانس چیزی نگاه کن لباسم رو به چه روزی افتاد آقا جون اول برو این خیابون 33 کلی به این محضر داره پول دادم یه ساعت وایسه زودتر این کار رو قالش رو بکنه تموم کنه چشم نه خیر آقا چی رو اول برو محض باید
باید این بچه رو بذاریم. اونم بابا چی چیه بریم مهد، زودتر بریم مهد، این قال این قضیه رو بکنیم تموم میشه بره دیگه. واقعا که خجالت نمیکشی؟ نه اینقدر ازم خسته شدی، اینقدر دلتو زدم، میخوای جلوی چشم بچه همون اول طلاق بگیرم؟ جایی جایی دست دو دست جنو اه چه کار میده؟ چیه؟ کجا؟ حالا بودی رفیق بیپایی ببینم بیپایی چایی بخر بنز ببر بابا نمیرسیم یه در بستی چقدر سوت و کور خیابون جونم این مردم چقدر فضولن ها. از وقتی اون برنامه پخش شد همه ازم میپرسن آیدا چجوری رفت تو تلویزیون؟ آبرو جلو همه دوستات رفته. آره ای چه جالب، اینجا اسب افتاده. اسب یعنی پیشرفت نادر. این گوشاش درازه، بلاغه. میگم آه این خونه خیلی کوچیکه، عوضش کنی؟ من خودم هم دیگه روم نمیشه توی در همسایه نگاه کنم، اما اول باید کار پیدا بعد خونه. آره بگر بگر. بسیار خوب، من بازم بگم که آخه برنامه تو و الان با همین تلفن سلام خسته نباشید. آره با میدونم، خاموشش کن. برنامه قبلیتون رو دیدم، اون دختر بچه حرف دل همه ما رو زد، مجریتون هم که واقعا بی نظیر اجرا میکرد. به نظرم توی تمام برنامه هاتون این یکی خیلی عالی بود. میشه بگین چطوری تمرین کرده بودن که اینقدر راحت اجرا میکردن؟ تو رو خدا اگه ممکنه بازم این دختر رو اون آقای مجری حتما بیان برنامه اجرا کنن. ممنون میشم، خدا نگهدار. ممنونم. این 370مین تماس ماست و همه میخوان که مجری خوب ما به برنامهشون برگرده، اما متاسفانه ما نتونستیم باش ارتباط برقرار بکنیم و من اگر الان صدای منو میشنون امیدوارم که هر جا که هستن شاد باشن و زودتر به برنامهشون برگردن. بله بله، از اتاق فرمان به من گفتن که الان میخوایم گزاره ویژه براتون پخش کنیم و الان با هم میبینیم. بازم سلام، من آیدا هستم، هم دختره که اومد تو برنامه بابام. بعد از اون برنامه بابام بیکار شد و اومد نشست خونه، خیلی با من بازی کرد. من فهمیدم بابام چقدر منو دوست داره. بابا جون اگه دلت میخواد بری سر کار برو ها، چون من فهمیدم تو من خیلی دوست داری، دوست دارم بابایی. سلام. سلام. خدمت شما. خیلی ممنونم. با این قیافه دیگه نمیشه رفعه سر. بیا بریم همینجا، مهد ترندم نزدیکه. با این تیپ بیا مهد. خب میخوای همین جوری مثل مجسمه گلی بایسیم وسط خیابون؟ میگم راستی تیپ گلی خیلی بهت میاد، خیلی شدی برای خودت. به تو هم خیلی میاد. ببین من که اینطوری نمیتونم بیام. من ترنم تو خودت برو بابا، ما میام دنبالت. ما؟ یعنی هر دوتاتون با هم؟ بالاخره یکی میاد دیگه، لوس نکن خودتو، بودو برو. خدافظ. راستی ماما تولدت مبارک. این چی؟ Thank you.
این که کفشه بچگی ترنمه که اینجا چیکار میکنه؟ یادت چقدر گنو خریدیمش؟ یادم تمام پسندازمون رو داریم تا اینو خریدیم، یادته؟ چقدر زود گذشت، چقدر زود بزرگ شد. وقتی مهدش تموم بشه بیاد بیرون، کدوم یکی از ما رو باید ببینه؟ کدوممون باید بیایم دنبالش؟ اصلا کدوم یکی از ما رو میخواد؟ دوست داره وقتی میاد بیرون تو رو ببینه یا منو؟ فکر میکنم که دوتایی باید بیایم دنبالش. قصه امروز ما. عدی جون یه قصه دیگه برامون بگی. عدی جون ما خیلی قصه دوست دارم. عدی جون قول بدین که خوب گوش کن. باشه قبول. Thank you.